سلامونه او سهر مونې کمرغه قدرمون لیدونکو تاسو ته خراغلاس وایم او مننه زمونږه د خیبر سهر همکاران زکی رحمان او میسم خان هلالرم چې نوم ما اشتباه کړی نه اوسی د خیبر سهر خبرونه او اوس زمونږه د خبرونې د ژوند رنگ خبرونه نوبت دی نو زه شازیه صافی ستاسو په خدمت کې یم او همداسې زمونږ همکار مسعود جان تر څو راځي زه به خبرونه مخکې ویسم او زه فکر کوم چې مسعود جان هم راغی خو زه اوس فعلا هغې ته اجازه نه ورکوم زه به اوس دلته زه کینم او مسعود جان به زه هغې ته اوس فعلا زه اجازه نه ورکوم ځکه چې ناوخته یې کړی دی او جزایی دی دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده هوا ډېره سړه شوې ده او ډېر زیات د هوا سخت ژمی را روان دی او ژمی دی زه خپله هم بخنی سره ژمی دی او زه لږ څه ناروغه شوې یم ځکه هوا بدله شوې ده هوا سړه شوې ده همداسې په افغانستان کې زمونږ وطنداران ډېر په سخت حالت کې دي سخت ژمی دی او هلته خلک ډېر په تکلیف کې دي نو نننۍ خپرونه مونږ د افغانستان د سخت ژمی او د افغانستان د خلکو د حالت په باره کې دا مکمل زمونږ برنامه ارنج کړې ده او زمونږ نننۍ خپرونه ټول به د افغانستان په حالت په باره کې نو څه ښه ده چې په دې حالت کې په دې وضعیت کې افغانستان خلکو سره مونږ خپل خپلوانانو سره خپل دوستانو سره همکاري وکړو ځکه چې هوا ډېره سړه ده او ژمی دی سخت ژمی دی او په دې ژمي کې خلک نه بعضې خلک چې د خوړلو لپاره څه نه درلودو اوس د ژمي د خپل د کور د ګرمولو لپاره خپل د ځان ګرمولو لپاره لباس نه لري او همداسې نور وسایل لوازم نه لري او سخت ژمی دی په افغانستان کې هوا ډېره سړه شوې ده څنګه چې پاکستان کې هوا سړه ده چې د پاکستان د افغانستانه لږ څه نورمال ژمی لري خو په افغانستان کې ډېر سخت ژمی را روان دی او ژمی دی نو ما په سوشل میډیا کې چې کوم حالت ولیدو او په کوم وضعیت چې ما په افغانستان خپل وطن کې ولیدو ډېر زه ناراحت کننده راته وه او ډېر زیات خفه شومه نو نننۍ خپرونه کې به همې ټول په دې په اړه به خبرې کوو دوستان نه به زه مونږ موقع به هم ورکوو چې مونږ ته زنګ وهي خپل ستونزې مونږ سره شریک کړي نو مسعود جان ته به اجازه ورکړم سړی مشي مسعود جانه سلام خوب هستی امیدوار هستم که خوش باشی زنده باشین تشکر بخیر آمدین باز شما ناوخت کردین ما هم همیشه اجازه بدیم که خب بفرمایید سلام به تمام بیننده‌های عزیزی که امیل از طریق تلویزیون خیبر و خیبر میدلیست ما را تماشاگر هستند امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و خوش و سر حال باشید ما جدا معذرت می‌خوایم یک کم امروز از من ناوخت شد به خاطر از اینکه در این منطقه که من هستم نه تاکسی پیدا میشه نه موتور پیدا میشه یک ذره تال میخورم دیگه از خاطر ما معذرت می‌خوایم نی خواهش میکنم خو خیر خوب است تا که ما همکار شما و شازیه جان باشه که ما برنامه خود تا پیش ببرم خود ما کم ساعتم خوب نیست ما میفهمم امروز یک کم موضوع از این قرار است که ما از وطن نازنین بسیار خبرهای ناخوش برام میرسه واقعا نمیترس خبرهای ناخوش میرسه که ما در یک شرایط گرفتار شدیم در یک وقت گرفتار هم دچار مشکلات اقتصادی هم دچار مشکلات بیکاری و در ضمن از یک طرف هم این زمستان و کابل هم حدودا 3 روز میشه که اصلا نام استاد شدن نمیگیره برف یک رقم باریده رئیس یک رقم میگن که هر چیز در زمستان خوب است و جز از لرزیدن فقرا وقت و از تا جایی که ما اطلاع داریم تا جایی که میبینیم هر روز اطلاع میگیریم از دوستا از همگی از فامیلا شرایط بسیار دشوار شده رئیس در وطن نازنین ما و یک حالت به مردم رخ داده که بسیاری ها حتی دست به خودکشی میزنن بسیاری ها حتی خود از دست داده را ایستن به خاطر از اینکه زمستان بسیار
یک رقم فشار آورده سر مردم ما. ایتو یک رقم فشار آورده که هیچ گفته نمیتونیم مثلا چوب سوخت ندارن و زغال زغال سنگ که زیادتر کسا یک البته تا پار سال زغال سنگ میخریدن در خانه میموندن یا در چری یا در هر چیز نمیتونن آه توانش ندارن همگی بیکار شده پول بند است در بانک بند است هیچ کسی توانایی زیر نداره که بخره ما از تمام دولت مردای فعلی افغانستان ای خواهش هم میکنم که لطفا با مردم ما هم کار شوین لطفا با مردم ما شرایط را برشان پیش کنین مهیا کنین که مردم دیگه جهان که وقتی میگن که افغانستان وقتی که نام از افغانستان یاد میشه وقتی که میگن که ما هستیم در کنار افغانستان پس کو با گفتن هر چیز میشه او هم ده خبر ده منگه مخکم دا حالت لیدل دی په افغانستان کې خو هر څه ښه روان وو او خلک کولی شول چې د نور ځایونه خپل دوستانو سره خپل خپلوانانو سره مرسته وکړي خو دا سیستم اوس لږ څه بې نظمه ده خلک نشي کولی چې پیسې لکه وستر یونین له طریقه یا منیګرام له طریقه دغو کې نوبت نشته دغو کې خلک نشي کولی چې پیسې واخلي دوستان نه چې څوک پیسې ورته لیږي نو دغه ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې خصوصا د سخت ژمی دی په افغانستان کې او دې وخت کې ډېر افغانستان خلک ضرورت لري چې ورسره کومک شي او ستاسو خبره چې ببخشین به ادامه گپ شما ما شرایط دیده و حالات دیده ای گپ نیست بینندای عزیز که ما در پاکستان هستیم و ما مثلا شازیه جان دیگه هم کارهای ما راشد فرشته حتی پاکستانی هایی که کتیما کار میکنن اینجا حسابشان آرام نیست ما از نایه خانه و فامیل و هموطن و اینا همگی رنج داریم همگی یک در دل بسیار یک کمک غصه داریم ما هم میفهمیم که وطن چی است ما هم میفهمیم که دوری از وطن چی است ما هر لحظه در یاد وطن خود هستیم یک پکیج را در نظر گرفتیم که مستقیما برای افغانستان است و یک شعر را ترتیب دیدیم که برای افغانستان است و امید میکنم که دولت مردای ما که این برنامه را میبینن و ما را از طریق تلویزیون خیبر و خیبر میدلیست میبینن خواهش ما این است که این شعر را لطفا عزم کنین این شعر را دقیق ببینین و مفهومش را درک کنین تا بتانین از طریق امی یک راه کمک شوین برای مردم و امیدوار هستم که با دیدن از این پکیج بتانین دست هموطن خود بگیریم ببینیم یا پکیج مونگل رو شیر پکیج ده اگه به او گرو بیرتر هست در پکیج در افغانستان در حالت افغانستان پرده ده افغانستان سرزمین دردمندان فرش و ظرف خانه دارم میخری جفت کفش کهنه دارم میخری هیچ چیزی به خوردن ندارم هموطن کودک یک ساله دارم میخری بهرنان یک شب اولاد خیش آنچه را در خانه دارم میخری نجات از مرگ یابد اولاد من دختر چون لاله دارم میخری فقر و تندستی مرا مجبور ساخت فقر و تندستی مرا مجبور ساخت شمله مردانه دارم میخری در بساطم نیست چیز هموطن سوز و آه و ناله دارم میخری گر بهشت خواهی در امسایه زن گر بهشت خواهی در امسایه زن من بهشت در خانه دارم میخری ثانی آمد اج به در منزلت ثانی آمد اج به در به منزلت کعبه در سینه دارم میخری
واقعاً دوستای عزیز ما ایره از طرف خود میگم ما معذرت میخوایم که در برنامه اصلا اشک ریختن جایی نداره لیکن این شعر مرا واقعا همیشه ناراحت میسازه که باید بگویم که دل رنجیده دارم میخری امیدوار هستم که بیننده ما این شعر و این برنامه امروز ما را مورد انتقاد قرار ندن که هر کسی در دل خود یک رنج داره از نای وطن خود در این قسمت برنامه ما صحبت بر شما میسپارم شازیه جان ما معذرت میخوایم نتانستم ما خدا بگیرم و میمون برنامه داریم امروز یکی از چهرهای برجسته افغانستان که ای بر ما هم تقریبا بگویم جای افتخار است که هموطن خود در کنار خود می داشته باشیم و تا حدود جای از یوم است که هموطن ما همگی ما مهاجر هستیم همگی ما در بدر هستیم و همگی به خاطر یک لحظه نفس کشیدن راحت در ملک های دیگه آواره شدیم عباس علی زاده میمان ما هستند و یکی از چهره های برجسته ورزش ما در رسمیت تکواندو یا بگویم امی بسیاری هم میشناسه ما نمیخواییم زیاد در موردش بگویم چون از خودش میخواییم بشنویم که چهره شان زیادتر مشابه و چهره بروسلی هسته و همگی به نام عباس علی زاده یا بروسلی افغانستان میشناسیشانه امیدوار هستم که رسیده باشن و بیاین او دوستان مونږ یو خبروانه کې ململ رو د افغانستان تکړه تکواندوکار چې د افغانستان بروسلی په نوم مشهور دی نو مسوجان احساساتي شو خیر د وطن در ټول مونږ احساسو ټول پویږو چې په وطن کې څه حالت دی او مونږ مجبور استو چې دا حالت تحمل کوو دا اوس غمو انشاءالله چې ښه ورځ راتلونکي دي زه پوهیږم زه خپله احساساتي شوې وم خو چاره نشته نو دعا به کوو او صبر او حوصله بلرو مجبور وقتی که کلمه مجبور در وسط میآیه چرا ما باید مجبور باشیم ما همیشه سوال می است چرا باید همه بدبختی ها من نمیگم که باید سرکولگی باشه چرا نصیب ما باشه چرا ما همیشه پشتیخای ازی هستیم که باید بر رقم باشه هر روز باید جنگ باشه هر روز باید آه و ناله و فغان در کشور ما باشه و این زمستان عکسایی که من میبینم در فیسبوک عکسایی که من میبینم که خانمای نازنین ما در یک شرایط بسیار بد قرار دارن او زمونږه میندې زمونږه ماشومان په بد حالت کې دي په افغانستان کې خصوصا دا ژمی ډېر وضعیت خراب دی نو د انسان زړه خفه کېږي واقعیت سره هم چې داسې نه چې مونږ دلته استو مونږ نور په وطن په قصه کې نه یو یا مونږ لرې استو خو مونږ ته ډېر معلومه ده مونږ ته ډېر دا احساس مونږ پیدا کوو چې وطن درد یعنې څه د وطن هر تکلیف یعنې څه نو په دې هیله چې یو ورځ هر څه سم شي او مونږ کوم وخت چې زما یادېږي او زه په دې حالت کې زه لویه شوې یم زه پوهیږم چې وطن همدغه حالت دی نو بس دا حالت خلاص شي او دا هر څه تمام شي نو فکر کوم د خبروانې په دې برخه کې یو دمه لرو بعد د مینه به زموږ میلمه به ریشي انشاءالله دقیقا هموطنان عزیز د این بخش برنامه ما یک وقفه کوتاه داریم زود زود برمیگردیم با میمان خود عباس علیزاده سلام دوباره به تمام بیننده عزیز کمیل از طریق تلویزیون خیبر و خیبر میدلیست تماشاگر برنامه جواند رنگ یا برنامه خود شما افغانای نازنین است دوستای عزیز قبلا در مورد وطن صحبت کردیم پیش از وقفه ما چند صحبت داشتیم در مورد وطن و وضعیت فعلی افغانستان بعضی ها بر ما مثلا کامنت میکردن همیشه در برنامه و در فیسبوک یک پا بر ما میگفتن که خوب از دست خود مردم ماست نه خیر مردم ما همگی مصروف کار و بار خود بودن مردم ما همگی مصروف زندگی و اولاد و بیوه و زن و فرزند خود بودن این به دست مردم نبود
ما گله ما همگی از دنیا از تمام جهان ای است که جهان چطور یک دم افغانستان فراموش میکنه، جهان چطور یک دم یک کشور یک مملکت که 35 میلیون نفوس است ای را یک دم فراموش میکنه. و افغانستان از شما خیرات نمیخواهد، افغانستان از شما دست گدایی پیش نکرده به شما. ای هدف ما ای است که افغانستان وقتی که از شما طلب کمک میکنه حق خود از شما میخواهد. امیال پولی که از افغانستان در ممالک بیرونی یا امریکا بگویم مستقیما نامش به این میگیرم که پولی که از افغانستان بند است روی کدام دلیل ما نمیخوایم در بعض بحث سیاسیش داخل شویم، اما روی کدام دلیل ای را آزاد نمیکنه؟ چرا میخوایند که مردم ما با آخرین نفسهای خود بجنگند و مردم ما با آخرین قطرات اشک خود سیلاب بیارن و خودت غرق کنن؟ هدف ما ای است، هدف ما ای است که لطفاً لطفاً جهانیان وقتی که میگین که افغانستان وقتی که نام از افغانستان گرفته میشه دقیقاً اونمو طفلای یتیم را و اونمو زنای بیویشه در دم چشمتان بیارین و اونمو حالاتی که شما جهانیا وقتی که شما در اونجا زندگی کردین وقتی که شما اونجا خواستین که برین سرمایه گذاری کنین و امروز رخت بستین رفتین به طرف کشورهای نازنینتان در خانهایتان آرام خواستین و مردم ما روز بسیار بد میکشند و مردم ما امروز در پچال ازی هستند که سبای ما چطور میشه، حتی یک لحظه بعد ما چطور میشه، چی وقت چی اتفاق میفته هیچ کس نمیفهمه. و ما هدف ما از این پیام ما ای است که لطفا افغانستان مثل یک گدا فکر نکنین. این دنیا که هست، این دنیا یک قریه است که تمام مردم در اینجا مثل یک فامیل باید زندگی کنه، یک انسان باید زندگی کنه، یک هموطن باید زندگی کنه. ما فقط اگر لباس خود بکشیم و این پوستی که در وجود ما هست این را پس کنیم، اسکلیت ساختار هر انسان یک رقم است. هدف ما از برنامه امی بود که ما کم ناراحت شدیم که چرا جهانی ما را فراموش میکنه و امروز برای ما خدا اینا خواسته گدا خطاب شوه که افغانستان به هر کس دست دراز میکنن. نه، افغانستان حق خود از شما میخواه و شما راحت خواب هستین و باشه با صحبت میکنیم. چرا ما نمیخوایم زیاد مسعود جان او دوستانو څنګه چې مسعود جان ویل په افغانستان کې واقعیت سره وضعیت ډیر خراب دی او د افغانستان خلک څنګه چې مسعود جان ویل د جهانیان نه خیرات نه غواړي او نه هیڅ کله د افغانستان خلک د خیرات په نوم یا څه شی او غواړي یا څه او غواړي د افغانستان خلکو دا حق دی. څنګه چې مسعود جان ویل د افغانستان خلک په خپل وطن کې حق لري چې آزادانه ژوند وکړي، خپل په زړه ژوند وکړي او ښه ژوند وکړي او داسې ژوند وکړي لکه خپل کور کې. خو فعلاً په افغانستان کې هیڅوک دې وضعیت نه راضي نه دي. جهانیان چې ټول یعنی مخکې دې نه یو کال مخکې یا د 15 میاشتې مخکې راغلي و افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې وه، افغانستان کې خپل کاروبار شروع کړی و، خو چې کله دا وضعیت راغی لاړه خپل هیوادونو ته، د افغانستان خلکو په قصه کې هم نه شول او نه یې پوښتنه یې وکړل چې د افغانستان خلک په کوم حالت کې دي. که تاسو نږدې نه ګورئ خو لرې نه هم تاسو کولی شئ چې وګورئ د افغانستان خلک په کوم حالت کې دي. او یو دا بعضې د خارجي موسسې دي، خارجیان دي چې د افغانستان پیسې بندي کړي دي. په کوم دلیل؟ د افغانستان خلک ضرورت لري، د افغانستان خلک باید دې مجبوري نه او دې د هغې نه خلاص شي. خپل حق دی، هر انسان حق لري چې خپل هیواد کې آزادانه او ښه راحته ژوند ولري. نو او کول چې کوم یو انسان په یو کورنۍ آرام راحته اوسي، نو ګاونډی هیواد ګاونډیان یې ناراحته اوسي. زه فکر نه کوم چې دا یو افغان دومره زړه سخت وي چې خپل ګاونډی په دې حالت کې پرېږدي او خپله راحته ژوند وکړي. زه مطمئنه یم چې خپل ګاونډي سره هم کومک کوي، خو په شرط دا ده چې خپله هم یو څه شی ولري. بله، راحته اوسي. شازیه جان تشکر. ما میفهمم شرایطی هست که همگی باید احساساتی برخورد کنیم. نه، باید از فکر و تفکر خود استفاده کنیم. در این قسمت برنامه دوستای عزیز ما بالاخره مهمان ما، مهمان نازنین ما، چهره مطرح افغانستان عباس علیزاده، کسی که
ما با افتخار میتونیم گفته که بروسلی افغانستان است در کنار ما هستند. سلام به شما، صبح شما بخیر. سلام و درود، صبح شما بخیر و یک سلام گرم خدمت شما. عباس جان سر تراش کردی؟ نه خیلی، چرا کلاه پوشیدی؟ مرا ترساندی من باران است. خواست خاطر باران باشم کلاه بکشم. اینال بیخی معلوم میشه که بروسلی افغانستان. من گفته که ما در کنار بروسلی شیشتی. بازم سلام عرض ادب دارم به شما و بینندگان تلویزیون شما. زنده باشید. تشکر از دعوت شما، امیدوارم که روزهای بارانی بر شما خوش بگذره. قربانتان، تشکر. ما معذرت میخواییم در شروع برنامه کمی احساساتی شدیم، کمی ناراحت شدیم و مو یک پکیج ما دیدیم در مو یک کمک ما نتانستم عشق ما بگیرم در مربوط شرایط فعلی افغانستان. بله بله دیگه نمیتانستم از او خاطر خودت یک ذره تال خورد برنامه نتونستیم از اول خودت، گرچه میمان ما وقت آمده بودن اما چون برنامه کمک رواندش یک دم رفت به یک پهلوی دیگه، از او خاطر میمان کم تال خورد. ما معذرت میخواییم. خب چی قصه ها دارین از آمدنتان و تصویرهایتان امیل لحظه همگی بینندای عزیز میبینند در تلویزیون، شما میتونید کمی در مورد زندگی شخصیتان برای ما صحبت کنید؟ بسیار خوب، زندگی شخصی فعلا که نمیدونم، قصه ها زیاد است، داستان ها زیاد است، ما بسیار درد داریم ولی چه خوب است که همدیگر پذیر باشیم، همدیگر را با آغوش بگیریم. نمیدونم از چه قصه ها با شما توضیح بتونم ولی بین ما پرسان میکنم از چی زمان فهمیدین که شما بروسلی افغانستان هستین؟ یعنی از کدام زمان ای احساس براتان رخ داد که آینه دیده باشین خدا که امی چهره من خوبی خیلی به بروسلی میمونه، یا کی براتان گفت امیره؟ خب سوال است که بارها ما به رسانه ها گفتیم و بازم خدمت شما عرض میکنم که ما یکی از دوستایم، خدا رحمت کنه، زنده نیست، با ما نیست، و او کسی بود که همیشه تشویق میکرد، همیشه میگفت که خیلی شباهت به بروسلی داره. او یگانه کسی بود که برای ما گفتن که شما شباهت به بروسلی دارین. البته داستان 8-9 سال قبل است. بسیار خوب. خب عباس عزیز، از ورزش بگوین کدام رشته ها را شما بگویم بلد هستین، یا بگویم علمش دارین، یا تکتیک و گفایش یاد دارین؟ من در رشته های مختلف تمرین کردیم. از سن 12 سالگی کنفوتو تمرین کردیم و وشو، کنفو چاینیز، اما کنفو چینایی میشه، جمناستیک، رشته بوکس و همچنان رشته جمناستیک بوکس و همچنان فتنس. بسیار خوب، بسیار خوب. ما عباس عزیز معذرت میخوایم، ما چندین ویدیوهایی تا دیدم در یوتیوب و ایگاپا بود، متاسفانه برای ما کپی رایت میکشید، از او خاطر من نتونستم کوره آماده کنم و یکی دیروز دیگه که من که امروی خودت صحبت کردم وقت ما بسیار کم مانده بود که من میتونستم که از بیایم از نزدیک کتیت یک ویدیو بگیرم و ناگفته نمانه. دوستای عزیز، عباس جان در اینجا هم میتون نیست که قرار خواب باشه، بسیار مصروف می باشه، یعنی فکر کنین در ما صبح برش پیام کردیم این شب جواب داد به خاطر از اینکه مصروف می باشن. بله خب چقدر وقت میشه پاکستان هستین؟ تقریبا 20 روز میشه. 20 روز میشه. زبان یاد گرفتی یا نه؟ زبان اردو البته قبلا بلدیت داشتم، چرا که من از سال 2015 من تا سال 2019 سفرهای هند رفت آمد داشتم، سال یک بارم دو بارم، به می خاطر به زبان اردو بلدیت دارم. بسیار خوب. یک نفر که اگر شما بخواین اردو صحبت کنین با یک نفر دیگه من میفهمم، ولی اما گفتن را میفهمم. بله خیلی مثل من هستن، ما هم متاسفانه این بیچاره هم در تکسی که میره که خود ترجمان میبره، میگه باش کو ترجمه مقصد برشان میرسانم که یعنی ما چی میخوایم، خود درست گپ زدن نمیتونم. باز خوبیش دیج است که ما کم پشتو هم بلد هستم، اینجا زیادتر باز پشتو میفهمم، از اردو بیشتر پشتو میفهمم. خب ولی صحبت نمیتونم، در کل میفهمم. خیر عباس عزیز، اگر ما امیال امیجا برات یک نفره در گیرت بتم، یک نانچک ناوردیم، یک رقم به طرف ما اشاره کردی مسود خودت؟ نه دست ما این او طرف بود، کمرا ما این اشاره کردم، گفتم اگر او را در گیرش بتیم که مثلا نانچک نیست دیگه، حالا ما چی ناقی بیچاره را
این نانچک نامش نسازی؟ نانچک اونمی که تو میگیدن باز داور میتای طرف و طرف خدا کلات میکنه؟ نه دیوالا اوتورا کتش لات میکنه او برای عریف است برای خودش نیست جالبی است که در جان خودش هیچ ضربه ای نمیرسانه چون با نامی از اینو آشنا بودم مشهور بودن اما میفهمیدم که از مسلکشان خب من معلومات ندارم درباره یک کسی که در گوگل نامش نشته کردی که می اول عکسش اومد بفهم که اونم مشهور است خب میفهمم گفتم که میفهمم مشهور است خب درسته نه شما خود نام خدا دیگه خواهش میکنم خب عباس عزیز با فامیل اومدین اینجا تنها اومدین چه رقم با فامیل اومدیم بقیه فامیل افغانستان گیر ماندن به خاطر اینکه ریاست پاسپورت بسته است دیگه تصمیم دارم اونا رو از افغانستان بیرون کنم انشالله خب اول کوشش میکنیم ما در برنامه قبلی هم گفتم بعضی ما را مثلا برای فیسبوک یا پای شخصی ما پیام میکنن که فرار کردی هدف ما فرار نیست و فرار رای حل هم نیست مسعود جان من یک موضوع خدمت شما عرض کنم من 28 سال عمرم است من تولد کابل هستم من از روزی که مشهور شدم در صفحات مجازی در کل دنیا برای من خیلی چانس ها بود که من برم به کشور دیگه پناهنده شم برای من خیلی مثل معمولی به شما بگیم آب خوردن بود برای من ولی من هیچ وقت وطن خود را ترک نکردم من هر وقت من در مورد افغانستان صحبت میکنم کابل صحبت میکنم من را بغض میگیرم من چون خاطرات تلخ و شیرین از افغانستان دارم من امروز مجبور شدیم از افغانستان برم فرار نکردیم من امروز مجبور شدیم چرا که من هدف های بزرگ دارم که بخوایم با جهانان نشان بدم که افغانستان اون یک جای نیست ولی ما افغانا مجبور هستیم که افغانستان هیچ کس دوست نداره مادر خودت ترک کنه چون وطن مثل مادر آدم است ما از مادر اصلی خود دو سال سه سال شیر میخوریم ولی نان و نمک وطن بارها و سالها میچشیم تا آخر عمر میخوریم هیچ کس دوست نداره وطن خودت ترک کنه ولی ما مردم بیچاره از مجبوری ترک میکنیم همیشه از ما خدا رحمتشان کنه ببخشین که شما رو ناراحت ساختیم پدرم همیشه بر ما میگفت که بچیم هر سر دنیا باشین فکرتان باشه که گورتان یا خاکتان پس دمی وطن است بله دقیقا هر جایی که باشه ببینیم ما یکی از آوازخانه بسیار قدیمی ما بود استاد ساربان بله استاد ساربان دینمی پاکستان خاکشان بود بله خدا که در دوران کرزای صاحب انتقالش دادن از اینجا بردن فقط خاک شتانستن همون جایی که مقبرهشان بود همون را جمع کردن و انتقال دادن اونجا بخاطر چی که میگه دو چیز آدمی را کشاند بزور یکی آبدانه دیگر خاک گور درست است که خاک گور آدم در هر جایی که بود آدم میکشانه اون طرف لیکن بالاخره باز هم در اون وطن دفن میشیم صد درصد خب برنامه ما یکمه که اتو نشه من خدای نخواسته برای بیرندو عزیز خسته کن نشه و نگوین که میمان هم خواستین او رام بگیریان شاندین خودتان هم گیریان کردین امروز نمیخوایم که وطنهای ما ناراحت شوه عباس عزیز من یک سوال در ذهن ما آمده دیره بخنه گوارم اگر با پشتو سوال کنم اجازه است مشکل است اگر نفهمیدی خیرت ترجمه ای میکنه خوب است تر اوسه تاسو د بروسلی د فیملی نه چا سره ملاو شوی چا سره د نږدې نه لیدلی که نه سوالتان خوب فهمیدم که با فامیلای بروسلی صحبت کردین یا مثلا دیده و دید یا با خود بروسلی چانس برابر شده؟ خود بروسلی فوت کرده او بسیار سابقه و نر پیشه بود 49 سال میشه که فوت کرده خیلی هیچ معلومات ندارم به هر حال نه خیر تا فعلا کدام ملاقات حضوری با فامیل بروسلی نداشتیم و انشالله اگر قسمت بود امریکا رفتیم به خاطر کارهای هنری در سینمای هالیوود بود انشالله حتما یک دید و دید خواهد کرد انشالله قرار شنیدگی ما در یوتیوب و فیسبوک یک اپا دیدم گفتن که والا عباس جان با دختر بروسلی تماس داشتن و قرار است که زندگی نامی از اونا به نام He is back اینمی عکسایش هم من دیدم البته داستان هیزبک فرق میکنه فیلم هیزبک سال 2019 در سپتامبر 2019 در دبی فیلم ما اوپنینگ شد هم ریلیز شد البته نه اینکه ریلیز که فیلم ما تکمیل شده ما فقط یک محفل گرفتیم و تمام میدیا و رسانه ها را جمع آوری کردیم که ازشان دعوت کردیم که بیان ما را اکسپوز کنند در میدیا به خاطر این فیلم ما
ولی متاسفانه یک ذره مشکلات های تخنیکی بود بین پرودیوسر و دایرکتور فیلم که اینا با هم جور آمد نداشتن، قرارداد با اینا فسخ شد و ما یک سال اینا را مهلت دادم، یک سال هم بیشتر، که اگر شما بتونید این فیلم جور کنید، من هم علاقه مندی دارم و هستم با شما که فیلم جور کنیم. دقیقا. ولی متاسفانه کدام جواب مثبت از شان نشنیدیم، ما هم قرارداد فسخ کردم. خواه فعلا در مورد هیزبک من بخی فراموش کردیم. خواه خیلی من ناق دیادت دادم، خدا مرا احتیاط کنه از پیش دویادر که کدام پزدستی با امو پزدستی از یا بیادر بشار تکنیکی می قبه صورت بزنه که اید نفعی از کدام طرف خورده. عباس عزیز، اگر یکی از افغانهای خود ما یک فیلم بسازه یا در پاکستان سینمای اندستری عزیز نامش یادم رفته به نام یکی هالیوود است، یکی بالیوود است، لولیوود نیست؟ بخیالم لالیوود است. در پاکستان کم از اندستری چه در لالیوود پا نومه، اگر در او از خود دعوت شوه که در یک فیلم بسازند در مورد بروسلی، یا بخواین که ایچ بروسلی را میمانیم در جایش یک فیلم دیگی بسازیم سر ورزش های رزمی، آذر میشی که کار کنی کتشان؟ بله، صد درصد بدون شک ما جواب من لبایک خود بود، ولی فیلم باید بررسی شوه، داستانش بررسی شوه و از هر نگاه باید بررسی شوه. اگر قابل قبول و مورد قبول ما و منیجر بود حتما قبول میکنیم. خب یک موضوع دیگه اینال باز هنر تمثیل شد چطور میکنید؟ نگفتی که یاد داری تمثیل؟ هنر خودشان تمثیل هم هستم، هنر هستم همگی. نه باز در تمثیل یک در اگر مشکلات دارم ما کار کردیم میفهمم. این مستر بینه نمیبینی؟ این در پیشوری دختر ای برو در فایت سیز مثال میگم چارلی چپلای نبیبی هیچ گپ نمیزنه، با مرکاتش همه فیلم جور میکنه. او خو سیز نه ما عدف همی از وقتنا میداده دا رزمی کار ده کنه، دا ورزش کار ده، او کلا چه دا دشمن پا مخ که رازی خو یو دعا دسی دسی که ای کنه اغا بتختی کنه جینه سر سنگه که ای ده هیروین سر سنگه بود خو زفکر کنه که دختر فلم چه خسن بازه این حاله که دا زخر نمیشه دگه چون که برای جنگی او برش پیشنهاد بتایی بیاده که ایبنان چه که دورکی ده بیدیم مسو جان یک داستان از داخل خواهش میکنم. در فیلم ها وقتی ما میریم روی صحنه ما قبلش ریهرسل داریم، تمرین داریم چگونه نقش ایفا کنیم در مقابل کمره. دیگه ما زیاد از خود صفتی نمیکنم، ولی در این مدت 5 سال 6 سال که با رسانه ها جدا از رسانه با فیلم و مثلا تبلیغات بودیم به قدر کافی تجربه دارم. خب بسیار خوب، خوشحال شدیم عباس عزیز که در برنامه ما حضور یافتین و دعوت ما را پذیرفتین. این برای ما جای افتخار است که عباس علیزاده یا بروسلی افغانستان در کشور پاکستان فعلا در برنامه جواند رنگ در برنامه خود افغانهای نازنین ما هستند. در این سه برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، زود زود برمیگردیم. به هم تاسو ښه راغلاست مهم دوستانو، زموږ ملمو عباس جان چې د افغانستان بروسلی په نوم مشهور دی او ډیر ښه تکړه هنرکار دی، نو مسعود جان داسې کسان پیدا کړي خو ما ته وخت هم وایه چې زه وخت آمادګي ونیسم. ګوره زما هیڅ ما معلومات هم نه وو، ډیره بخښنه غواړم چې داسې وشو چې زموږ دغه برنامه چې و ما وقتی می ورته ویلی و چې مونږ دغه برنامه کې تاسو دعوت کوو، هغه ویل صحیح ده هیڅ خبره نه ده. بیا پرون چې می ورته مسیج می وکړو سهار لخوا ویل د هغه پکیجونه به جوړ کړو دغه شیان، خو دا شپه 11 بجې ما ته بیرته ځواب راکړه چې زه راځم ولې نه راځم، خیبر ټي وي زه هر وخت ګورم، د ډېر پخوانه زه ګورم، د دې لپاره زه راځم خو لیکن 11 بجې و زه د دفتر نه تلی وم کنه. مې ورته یو پیکیج مې جوړ کړی و دا ټول شیان، خو خیر دی بیا انشاءالله بل هفته کې د ژوند په اړه بیا یو پیکیج جوړو خلکو ته. خیر چې زما مقصد همدا و کنه چې په دې خپرونه کې یو پیکیج چې بروسلی سره ملاو شي، خو همدغه زه مې وکنه چې دا ماته بیخي یو خو زما یو ناروغه یم
او ودا اواز نه مینو ګوري او رقم ته ټوخی ګمم خو اواز می خراب شوی دی بل ستونه می درد کوي دا اواز خزا کوته زاز کینم خیر دی خو ته نه وکنه نو جلیل سر زنګ والو چې زره شزه کچی مسعود خو نه پیګم هر زلیم داسې کوي خبرونه کی ما اواز پری دی او زی بل افتی کی زنه وخت راځم ته به شروع کی زبه خنه غواړم دوستو عزیز چن موضوع را باید بگویم ما یک کتابچه از خاطرات زندگی پدرم است که تمام شعرهایشان است انشالله براتون در بعدن به خانش میگیرم یک دو سه شعرش البته یک پارچه شعرش میخوایم بخونم که در مورد وطن است دی فعلا ما اوس چی مونگا اغا پکی چی تاست خیو زمان مشر ارور در کابل نه در واور نه یو پکیج مونگ تا لگل ایده چه اغا اخبره خبری کی او سه وینا لری سه دویل لپاره چه شی لری اغا با او گورو بیرتا برازو سلام بیننده عزیز امید الله فنایی هستم از کابل برای شما برف سال 1400 اولین برف زمستانی 1400 براتون تبریک میگم برای برفا شروع شده و همچنان سلام های خاص ما برای بینندای خارج از کشور خب کسایی که در کشورهای گرم سیل هستن برف ببینین خونه کیشه حس کنین و کسایی که در کشورهای سرد سیل هستن خب بیاز برف دارن حتما نگه خوشحال هستیم بازم توسط یک برف تازه زمستان تازه در خدمت شما آمدیم و امیدوار هستیم که یک سال خوش آغاز کنیم با این زمستان نو سال 2022 میلادی را با خوشی آغاز کرده باشین و آغاز کنین و به پایان برسانین با خوشی امیدوار هستم که هر جایی هستین هر کشوری که هستین خوشحال باشین و خداوند خوشحالی ها را در کشور خود ما شما در افغانستان نصیب کنه برای مردم دیگه خب خداوند توسط همی زمستان همی برفای سفید روزگار سفید یعنی خوشحال و روشن را در پیشوری کلگی عطا کنه و همچنان روز باشه که مهاجرینی که در کشورهای خارج هستن اونا هم دوباره در کشور باشن و از این خوشحالی های کشور خود استفاده کنن ای که فعلا روزگار آمده خدا به خیر بزن خوش باشین سلامت باشین سرحال باشین میشه برنامه های ما را تقیب کنیم و پناه و قسمت خداوند باشین هموطنان عزیز ما واقعا برای برادر کلانم دلم تنگ میشه من نمیتونم چی رقم بیان کنم امروز مرا نمیفهم چی شده ما هر لحظه پکیج هایی که ما جور کردیم بسیار کم برای من این رقم است که ما جگرم خون میشه وقتی میبینم ما برادر کلانم چون پدرم ها فوت کرده مثل پدرم دوستش دارم و برش احترام دارم امیدوار هستم که دهی سردی افغانستان بتانه سه تفلکی که داره سه بچه داره نام خدا اونا را در آغوش خود یا در زیر بال خود درست نگاه کنه خیبر صورت شازیه جان دیدی پر کجا؟ دیدم واقعیتشم در افغانستان بسیار برف زیبا شده بود و دیدیم که افغانستان خو همیشه خصوصا کابل همیشه هم تو برف زیبا می باشه و خوبتر از او برادر شما که از راه دور دیدین شما والا وقتا زحمت کشیدن برای زحمت هم کشیدن ویدیو روان کردن تشکر بسیار زیاد از امید الله جان اگه برنامه ما بیننده است فعلا سلام برسه برشان و مسعود جان هم نام خدا مثل مسعود جان هم اونا هم پرکار و پشتکار داره هستن خیر بر خب شما در باری کدام شیر میگم یک شیری از پدرم است که میخوایم ایره به خانش بگیرم
امیدوار هستم که زما آواز تا لک ایکو ور کی چې دغه شعر وایم او بیک گراوند کې هغه میوزیک چره هغه لک جلیل صاحب ته وایم بس هغه خپل پی دغه ای وطن ای وطن آن شیر مردانت چی شد؟ شاه عبدالی و سلطانت چی شد؟ نام مردان دلیر جاویدان میرویس مرد میدانت چی شد؟ پای کیوناری و مکناتن برید چون وزیر اکبر خان جوانانت چی شد؟ شیر علی خان و علی مردان برفت آن سلشوران دورانت چی شد؟ عالمان چون بیرونی و بیقی و آن سنایی سخنروانت چی شد؟ آن ملاله ها و زرغونه کجاست؟ رابیه در بلخ دورانت چی شد؟ پیکر میهن به خون غلطیده است چون امان الله سلطانت چی شد؟ قوم افغان قوم صاحب غیرت است غیرت آن قوم افغانت چی شد؟ در راه آزادگی دادن سر قوم آزاد آزادمندانت چی شد؟ پایمال اجنبی گشت وطن ناخون ناموس و مردانت چی شد؟ پرواز قله های اندوکش بیرق سیرنگ پریشانت چی شد؟ در قدر وصفت چی بگویم عاجزم آنکه پروردی به دامانت چی شد؟ شهر و بازار وطن مخروبه شده اکنون کابل زیبا چرا غمخانه شد؟ جاری از چشمان مردم اشک غم آب سرد جوی پغمانت چی شد؟ روز و شب در سوک و ماتم میگذارد سیر گلغندی و پروانت چی شد؟ سال گشته دامن صحرا به خون جشن لاله در سمنگانت چی شد؟ میله نوروز عید مومنان چنده بالای سخی جانت چی شد؟ ای فنایی این نفاق از بحر چیست؟ اتحاد خلق افغانت چی شد؟ معذرت میخوایم از شازی جان از خودت و از تمام بیننده های عزیز این شعر تقریبا در سال 1997 این پدر میره سروده بود به خاطر یک بار قبلا وطن به ویرانه کشانده شده بود و خدا رحمت کنه پدر مرا حشمت الله فنایی یکی از هنرپیشه های بسیار معروف افغانستان بودن و گاه گاهی در خانه که تنها میماندن شعر هم میسراییدن و داغ دل خود همیشه بر روی ورق مثل یک شعر برای ما عدیه میدادن و این کتابچه خاطراتش از امو دوران اینمت مانده ما هم میخواییم خدا توفیق بده که بتانم ایره ما پس دوباره جور کنم چون من ایره به خاطر ده دوستان زما ده پلار خدای آقای او بخی او آقای اوس مونگ سره نده او خدای آقای تا جنت نصیب کی همین او ده ده آقای خپل خط ده ده آقای خپل لاسلیک ده ده آقای نتاسو گوره او د دې همدغه کتابچه حالت
لک زپیگم چې حالت ډیر خراب شوی ده خو د دې د کتاب دغه کتابچینه او دغه د نوټ بوک چې وای ورته د دې د نوټ بوک نه تقریبا زما په خیال چې یو ډیر ښکاله کیږي د دې ډیر ښکاله کیږي او دا د سی په یو حالت کې کور کې کله چې زما د پلار انتقال شو او ما وخت چې دغه ز ځان سره وساتم ول چې دغه ټول یادگار او ټول د زړه کوم درد چې د وطن لپاره وو هغه ډیر یو وطن پرست سره واقعیت سره په دې شعر کې په دې کتاب کې زه بعد خبرونه د کتاب بیا څو دقیقې لپاره خلم دا غواړم چې د خپل اول ولما او زه غواړم چې خدای ماته توفیق راکړي چې دا بیرته ز جوړ کم او امغه شعرونه کوم چې سیده امغه به د فنایي په نوم یو کتاب تاسو جوړ کړئ او دغه ټول د کوم چې لیکلي دي او معلومیږي واقع سره چې د تاسو مرحوم پلار جان د زړه خبرې دي او د وطن درد ټول واضح پکې بیان شوی دی نو د فنایي صاحب مرحوم پلار واقعا یو مشهور سیره و واقعا یو ستر شخصیت چې متاسفانه مونږه د ستر شخصیت لاس اور کړی دا خو بیا هم فنایي صاحب مسعود جان شته چې یعنی د خپل د پلار د نوم تازه کول لپاره هلی ځلی وکي ان شاء الله چې شازی جان ډیر بخنه غواړم مونږه خو زما پلار خو فارسی کې یو ډیر شعرونه ویل دا او په پښتو کې یو شعر دا اغه غواړم چې زه وایم ولې چې برنامه کې څوک چې ګوري دا هم د وطن په اړه ده او غواړم چې دا په پښتو کې ده دا څه ده مشکل نشته ټول ګرانو کتون کته زه وړاندې وکړم او مخکې دینه چې شعر وې نور پښتو شعرونه هم کښته غواړم چې یو یو ده ولې چې زه پلار ته پښتو دومره زده نه پښتو خزو د افغانستان ټول ژبه غته زده خو لکن په شعر په ګرامري د نو د دې لپاره او نورمال ژوند کې خو پښتو غږیږي دا خو لکن په شعر کې هغه خپل ویل چې زه شعر کې ډیر ضعیف یم د دې لپاره چې د پښتو شعر لپاره ګرامري ډیر پکار دی د دې لپاره ها مهرباني د زړه درد بیا اغه کابل نه خو امغه کابل نشي لکه چې د پک پسر تک تورا کاکل نشي خواري مکا جا یارانو دا د کارواندو نه ده په شوره امزا که خو سره سره گل نشي ولا وټل باغونه بیا رانی ول زغونه سمره خوش आवाज وي جغد بلبل نشي هر څه چې د منځه لاړ غیرت د افغان ولس عزت چې کله توی شو بیا خو په منګل نشي دومره جفا کړی ده دښمن د خپل په نوم دومره جفا کړی ده دښمن د خپل په نوم څوک چې ځان ته پرېدی وي هیڅ کله د خپل نشي دومره پرسیدلی ده زړه د فنایي په غم دومره پرسیدلی ده زړه د فنایي په غم د مینه استن سره بیا غږ ګنډل نشي د مینې استن سره بیا غږه دا واقعا د زړه درد کوم ځای چې وای چې دومره جفا کړی دا دښمن د خپل په نوم او هغه کسان ته وای چې شل کاله وطن کې د زمونږ په افغانستان ګران افغانستان کې سرمایه یا خپل پیسې راوړی او ویل چې مونږ د افغانستان لپاره کار کوو بالکل دا ستاسو پلار جان دا د اوسنۍ حالت بیان کړي او د سو کال مخ کې بیان شل کال مخ کې بیان کړي دي د خپل شیرونو کې واقعیت سره امیدوار هستم دوستو عزیز برنامه امروز بر شما خسته کن نباشه می فهمیم کې زیاتر دوستو از ما ناراحت شدن گله کردن که بابا ما د چه شرایط هستیم و شما چقدر خوشگذران باور به خدا کنین که ما خوشگذران نیستیم ما در فکر ازی هستیم که وطن ما چطور میشه در فکر ازی هستیم که بالاخره فامیل ما خانم ما با سه طفلک ما امیال در کابل هستن ما هم درد دارم شاید ما از کسایی که با فامیل خود اینجا آمدن از اونا که زیادتر من درد داشته باشم تنها گذراندان در یک اتاق
در یک حالت مسافری در یک کشور کلان تک و تنها زندگی کردن، من میفهمم که چی رقم میگذره و کسایی که سرشان تیر شده. شازیه جان دیره بخنه غوارم زلک نپیگم ولی ننز دیر احساساتی ما ټول احساسات دې بیان کړه. دا خپرونه دوستان هم پوهېږي، د ټولو د وطندارانو درد له د زړه نه راځي، نو ځکه هېڅ دقیقا د سمیر فقیرزاده لخوا زما یو ښه تکړه دوست دی او ښه ویډیوګانې جوړوي. هغه ځان د یوټیوب لپاره جوړوي، خو مونږ ته یو ویډیو لیږلی ده، یو پیکیج لیږلی ده د ژمې په اړه ده، او همدغه واوره چې ورېدلی ده په کابل کې، هغه ټول هغه ویډیو کې مونږ ته ښیلې ده چې څنګه خلک هغه صفا کوي د کور نه، او څوک چې د کابل برف کې یا واوره کې نه دي لیدلی. کوم رشبیل ورته وایي که رشبیل باندې پاکې رشبیل سره چې هغه صفا کوي هغه نه دي لیدلی ده. اوس په دې برنامه کې وګورئ تاسو، بیرته راځو د سمیر فقیرجان نه فقیرزاده نه یو نړۍ مننه کوم. بیا هم خراغلاس دوستانو د سمیر جان
پاکټ چې موږ ته راستول او ډیر خایسته او ډیر د خایسته طبیعت نه د واورو نه موږ ته ویډیو استول او ډیر خایسته ویډیو مننه کوم د سمیر جان نه همیشه زموږ خبرونه کې هم د عیسی واخلي او خپل خپل ویډیوګان موږ ته راوستي نو مسو جان هم نن ډیر خایسته شیرونه موږ ته ویل او ډیر احساساتي او نو ما هم ور سره غرض نه کوم مریضه خیر خپل زړه به خالی کی دوستانو څنګه چې موږ د خبرونه پایل کې ویل چې افغانستان رښتیا هم د سخت حالت سره د ناورین انساني ناورین سره مخ دی او سخت ژمی دی چې هلته انسانان اوسیږي هلته ماشومان دي موکم څوک چې په افغانستان کې اوسیږي هغه د افغانان په نوم د افغان په نوم یادیږي او هر انسان هلته اوسیږي او انسان ضرورت لري هر اړتیا لري د هر شای لپاره د اوسیدلو ځای لپاره د خوړلو لپاره د ګرم کالو لپاره نو همداسې د نورو جهانیانو په دې برخه کې بیا هم موږ یادونه کوو چې نورو خلکو نه دا همدا موږ تقاضا لرو او همدا موږ هیله لرو چې خپل وطندارانو سره همکاري کی یا نور خلکو نور هیوادونو چې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي همکاري وکړي څنګه چې موږ مخکې ویل چې افغانستان خلک خیرات نه غواړي بلکې خپل حق غواړي نو امید لرم چې دا نن خبرونه تاسو یعنی تاسو د انتقاد وړ ګرځیدلی نه اوسي او ځکه چې دا مونږ د وطن د درد له زمونږ د زړه درد نه مونږ دا خبرونه نن مونږ وچلوله ځکه چې مونږ پوهیږو څنګه چې مسوجان ویلې ډیری په سوشل میډیا کې مونږ ته یعنی مسیجونه کوي وایي چې تاسو د وطن د افغانستان د حالت نه څه خبرېږي تاسو د وطن نه بهر اسئ خو نه داسې نه ده مونږ ډیر پوهیږو مونږ د هغوی نه ډیر احساس کوو ځکه چې زمونږ هر لحظه د وطن په یاد دی هر لحظه زمونږ ټاټوبی ځای هغه زمونږ کورونه یادیږي زمونږ هلته دوستان زمونږ کورنۍ چې مونږ هلته زمونږ کورنۍ ډیری کورنۍ هلته پاتې دي یادیږي نو همدا ارزو مې ده همدا هیله مې ده چې یو ورځ هر څه به سم شي او بیرته به خپل وطن ته راستانه شو ډیره مننه شازیه جان زه کومه شی چې کومه خبره چې تاسو وکړه بالکل صحیح خبره ده او د خدای نه همدغه غواړو چې همدغه خبرونه ټول عملی شي او د جهانیان نه زموږ همدغه تقاضا ده چې په خبرو باندې ولاړ مه اوسئ او عملي وکړئ همغه کار چې تاسو وایئ په خبرو باندې ولاړ اوسئ نه کومه چې وایي که نه په یوازې په عمل ته پروت نه شي او خو زه وایم چې په خبرو ولاړ اوسئ او عمل کې دا شعر چې دی دا په لیکل دی که نه خو کله چې موږ وایو او هغه باید عمل کوئ خپل ژوند باندې بالکل او یو ځل بیا زه یو خوشخبري تاته لرم یو ځل بیا زه ډیره مننه کوم د خیبر او خیبر میډل ایست نه چې دا موقع موږ ته راکړی ده او زه ماته د ستار آف د ویک زه شوی یم دا تاته ووایم مبارک او پرون زه خپله خبر شوم او بیا هم د ژوند رنګ خپرونه له لارې زه غواړم چې ډیره مننه وکړم د منیجمنټ څخه چې ماته دا موقع راکړی ده او یوازې دا زما د ستار شودی وای څه وای د ستار شدن هدف مې ستوري شوې نو ځلیدلی هستی او دا زما په لاس نه دی دا یوازې په ما اړه نه لري دا جلیل صدا بهار زمونږ ټول ګران کیمرامینان چې دلته اوس ولاړ دي دا د ټول د یو منیجمنټ کار دی چې یو سړی انتخابوي چې زه همدغه به ستار شي اصلي ما لپاره زما ستار زما د اے وی ټی چینل ستار چې دی هغه اصل مشر صاحب دی او د هغه نه مطلب ټول هغه زمونږ خپل همغه محتاب دی بالکل مهتاب ته شوی په پښتو کې مهتاب ته مهتاب وای هم دا زما د یاد وای خیر سپوږمۍ سپوږمۍ بالکل هغه زمونږ سپوږمۍ دی مشر صاحب او مونږ د هغه ټول ستاریو چې د هغه شاوخوا کې ګرځو او مونږ خپل امغه روخنۍ د هغه نه اخلو هغه مونږ ته دغه امید ورکړي چې تاسو زمونږ
زما د بچیان پشانی او تاسو چې کار کوي موږ تشویقي زیار واسي موږ سره دا دا مال لپاره ډیر د فخر ځای دی او زه بیا هم د اوینا ډیره ډیره مننه کوم چې ما ته دغه موقع راکړی دا چې زه سٹار اف د ویک شویم یا لکی اف د ویک زه شویم او زه غواړم چې د دې امغه افتخار ټول زما همکاران چې دی هغه ته ورکم بیا هم ستاسو نه ډیره ډیره مننه چې د ژوند رنگ خبرونه کې پایل پورې موږ سره وې تاسو ډیره بخانه غواړم چې اواز مې اول لیک یخ شوی دی تاسو خپل ګولې چې ډیر حالات د هوا خنه دی بازم جان سپاس تشکر از اینکه تا ایدم همراه ما بودین امیدوارستم برنامه امروز بر شما خسته کن نبوده باشه و کم ناراحت که شدیم طبعا دل آدم درد میکنه میگه وقتی که میگه اگر گویم زبان سوزد نگویم مغز استخوان سوزد مجبور هستیم بگوییم و درد خود بنالیم بازم جان سپاس که امرای ما بودین ای بود برنامه جواند رنگ ای هفته تا فردا ساعت 11 با راش جان و فرشته جان برنامه جواند رنگ فراموش نکنین برنامه بعدی خیبر و خیبر میدلیست فراموش نکنین دوستانو خداوند یک تا مسپارم دوستانو پا آخر که بیام مسو جان تا مبارک وی او دوز منگن نیخ پروانه خوده دیو که چیستا سو دخوا خیور گرزی دلی و سی سبا چی بیا هم در جواند رنگ پروانه در زمونگ نورم کارانی بایی تاسو تر سبا پوری خدای سر خدای باندې سپارو رو خوشاله اوسئ ډیره مننه خدای پامان